با سلام آغاز میکنیم جلسه اول از پودمان سوم رو. پودمان مربوط میشه به طراحی صفحات وب پویا. بخش اول مربوط میشه به آشنایی با جاوا اسکریپت. گفته جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی مبتنی بر اشیا و سطح بالا است که کاربردهای گسترده‌ای در طراحی تارنماها و صفحات اینترنتی جهت بهبود کارایی و شکل‌دهی به ظاهر صفحات وب دارد. با کمک جاوا اسکریپت می توانیم به صفحات HTML ویژگی های تعاملی و ایجاد واکنش به رویدادها را اضافه کنیم و اطلاعات نمونبرگ‌ها را ثبت و ارسال کنیم. گفته با استفاده از زبان جاوا اسکریپت می توانیم محتوای صفحه وب، ویژگی عناصر و استایل شیت‌ها را تغییر دهیم. حالا این سوال مطرح می شود که چگونه زبان جاوا اسکریپت به عناصر یک صفحه وب دسترسی دارد؟ زمانی که یک صفحه وب بارگذاری می شود، مرورگر از آن صفحه یک مدل شیگرا Document Object Model یا حالا DOM ایجاد می کنند و جاوا اسکریپت از طریق این مدل می تواند به تمام عناصر HTML صفحه وب دسترسی داشته باشد. در این مدل هر یک از عناصر HTML یک شی محسوب می شود. اومده اشیای مدل DOM و متدهای اون رو گفته. خب مدل دام یک نگاش از تک تک عناصر و ویژگی های صفحه وب به اشیا در زبان جاوا اسکریپت بیان میکند. با استفاده از این اشیا می توانید همه عناصر صفحه وب را تغییر دهید و رویدادها را به صورت پویا به عناصر HTML اختصاص دهید. که اینجا ساختار سلسله مراتبی دام رو مشاهده میکنید. گفته شکل یک ساختار سلسله مراتبی دام را نشان میده. در این مدل شی ویندو به عنوان شی اصلی و والد یک سند HTML محسوب می شود و هر شی زیر مجموعه دارد تا به پایین ترین رده یعنی عناصر برسد. شی ویندو دارای سه زیر شاخه یا فرزند اصلیه به نام های هیستوری، داکیومنت و لوکیشن. شی داکیومنت چیه؟ شامل محتوای اصلی یک صفحه HTML هست که در برگیرنده همه عناصر مثل متن نوشته و غیر است که به وسیله برچسب‌های HTML ایجاد شده. این شی داره دو تا زیرشاخه اصلی به نام هد و بادیه. این دو شی نیز به نوبه خود داره زیرشاخه‌های دیگر هستند. شی لوکیشن در برگیرنده اطلاعات کلی درباره URL یا آدرس اینترنتی صفحه است. شی هیستوری شامل اطلاعات درباره آدرس URL که صفحات مشاهده شده وسیله کاربر. زبان جاوا اسکریپت داره اشیا، متد، رویداد و ویژگی های مختلف. اشیا پنجره ها، دکمه ها، کادر های متن، تصاویر و صفحه یا سند یک شی هست. متد ها رفتارهایی هستند که اشیا در مقابل رویدادها از خود نشان میده. می‌رسیم به ویژگی. هر شی علاوه بر متد داره ویژگی هایی هست. همانطور که هر فرد داره ویژگی خاص مثل رنگ چشم، رنگ پوست، قد و غیره. رویداد در واقع رویدادها همون اتفاقی هستند که شی با آن روبرو است. مثلا رویداد کلیک کردن. در شکل دو نمونه‌ای از کد HTML و مدل دام اون آمده است. پرونده نمونه HTML و مدل دام اون. خب این فعالیت کاربری رو توی منزل حتما انجام بدین. خب می‌رسیم به این بخش. گفته که به طور کلی به دو روش میتونیم از جاوا اسکریپت توی صفحه استفاده کنیم. قرار دادن کدهای جاوا در پرونده از نوع HTML و استفاده از اسکریپت در بخش هد و بادی. روش دومش ایجاد پرونده اسکریپت خارجی و ذخیره اون با پسوند JS. ساختار کلی اسکریپت هم به این دوتا صورت زیر هستش. که جلوتر این دوتا صورت حتما تست میکنیم تمرینات مختلف. فقط الان داریم توضیحش رو میگیم. ویژگی تایپ چیه که اینجا آورده برامون؟ نوع دستورات تعیین شده در اسکریپت رو مشخص میکنه که رایج‌ترین مقدار برای اون تکست جاوا اسکریپت. میرسیم به اعلان متغیر. گفته تو جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی ور استفاده میشه و بعد از اون نام متغیر قرار میگیره. شکل کلیه.
کلمه کلیدی ور رو میارید، اسم متغیر، علامت مساوی و مقدار و نقطه ویرگول. قوانین نامگذاری متغیرها مثل سی شارپه. انتساب مقادیر به متغیرها. گفته برای مقدار داریم متغیرها مانند سی شارپ از عملگر انتساب استفاده میشه. یعنی به این صورت اومده متغیری تعریف کرده اینجا به اسم n و نیم. n رو همینجا مقدار دهی کرده، مقدار 10 رو بهش داده. متغیر نیم رو هم یه مقدار رشته‌ای رو داخلش قرار داده که علی هستش، با نقطه ویرگول اون رو بسته. گفته صدور پیام با متد alert. این متد توشه ویندوه که باعث نمایش پیام تو صفحه وب میشه. پس شما اول باید به شی ویندو دسترسی پیدا کنید. از طریق شی ویندو هستش که میتونید به متد alert یا alert دسترسی پیدا کنید و اون پیغام خودتون رو یا اون پیام خودتون رو نمایش بدید. نمایش کارت دریافت تایید با متد confirm. گفته پنجره دریافت تایید جهت اعلان یک پیام به کاربر و دریافت نظر وی مبنی بر پذیرش و عدم پذیرش پیام مورد نظر استفاده میشه. گفته این پنجره دو تا دکمه اوکی و کنسل داره که در صورت انتخاب گزینه اوکی متد مقدار ترو و در صورت انتخاب کنسل مقدار فالس را به صفحه برمیگردونه. این هم که به این صورت هستش. کارگاه یک. گفته نمایش پیام. گفته میخواییم پیام به فروشگاه محصولات ایران خوش اومدید را نمایش بدیم. صفحه وبی به نام حالا مسیج ایجاد کنید. تو بدنه اسکریپت یا تو هم بدنه اسکریپت متد alert رو یا alert رو فراخوانی کنید. پیام مورد نظر رو نمایش بدید. خب من اینو اول دیرینگ رو باز میکنم. من اینو قبل آماده دارم. اجازه بدید بعد به این صورت هستش. داخل تگ بادی اومدم، از تگ اسکریپت استفاده کردم و شی ویندو رو صدا زدم. متد alert و alert رو فراخوانی کردم و اون پیغام خودم رو دارم نمایش میدم. من اینجا با کلید F12 این فایل خودم رو اجرا میکنم و اینم میشه اون پیامی که داره به کاربر نمایش میده. یا نه اگه خواستین باز مجدداً داخل اون محل یا حالا اون فولدری که فایلاتون قرار گرفته میشید و فایل HTML خودتون انتخاب بکنید، رایت کلیک میکنید، گزینه اوپن ویت و میتونید مرورگرهای دیگه رو هم انتخاب کنید. مثلا من الان کروم رو انتخاب میکنم و داخل کروم اینو میتونم نمایش بدم. به این صورت. گفته صفحه وب رو ذخیره کنید، اجرا کنید که ما این کار رو انجام دادیم. گفته صفحه اصلی تارنمای فروشگاه رو باز کرده، در نمای کد قرار بگیرید و تو قسمت هد کد نمایش پیام رو نوشته، پرونده رو ذخیره رو و نتیجه رو مشاهده کنید. خب این همچین کاری رو انجام میدیم. تارنمای فروشگاه تو منظر خودتون این کار رو انجام بدین. بعد از اینکه اونو باز کردید تو قسمت تگ هد همین تگ اسکریپت رو میارید و ازش استفاده میکنید. گفته تو صفحه وبی به نام کانفرم کارت تایید ایجاد کرده که در صورت کلیک کردن روی اوکی یا کنسل پیام مناسبی نمایش داده بشه. یعنی این یکی. من باز کنم فایلش رو. خب این به این صورت هستش. منم داخل تگ حالا بادی تگ اسکریپت رو آوردم، یه متغیر تعریف کردم، اسمش رو A گذاشتم. این window.confirm رو ریختم داخل متغیر A. گفتم اگر A مساوی با true بود، یعنی رو اوکی کلیک کرده بود، این پیغام رو بهش نشون بده. در غیر این صورت یعنی چی؟ یعنی که رو cancel کلیک کرده، این پیغام رو بهش نشون بده. من left12 رو میزنم، من رو اوکی کلیک میکنم. ببینید به این صورت مجددا اینو رفرش میکنم، رو کنسل که کلیک میکنم این پیغام برای من نمایش داده میشه. حالا من یه اشتباه تایپی هم داشتم. این به این صورت.
یادداشتی آورده گفته ساختار دستورات شرطی و دستورات تکرار در جاوا اسکریپت هم مثل زبان سی شارپ هستش بچه. ببین من این دو تا فایل رو ببندم. اگه خاطرتون باشه تو این قسمت گفته بود که شما میتونید یه پرونده اسکریپت خارجی ایجاد کنید و پسوندش رو JS بذارین و ازش استفاده بکنید. خب ببینید من الان اومدم داخل این فایل HTML خودم تو تگ بادی یه تگ اسکریپت باز کردم، از یه فایل خارجی جاوا اسکریپت استفاده کردم که به این صورت هستش. تگ اسکریپت رو بردم با استفاده از attribute src بهش آدرسه ای کردم. این فایل کجاست؟ این فایل دقیقا تو محلی قرار گرفته که اینه، در کنار فایل HTML من قرار گرفته. من اینو بازش میکنم الان براتون. این فایل جاوا اسکریپت من هستش که این پیغام رو نمایش میده، پیام رو متغیره رو اومدم اینجا تعریف کردم و به این صورت. اینو ببینم اجرا بکنیم، خروجیشو ببینیم با هم دیگه. من افتخار میزنم، اول پیغام نمایش داده میشه، بعد مقداری که بود و مقدار بعد. به این صورت شما باید چیکار کنید برای این کار؟ خب بیاین یه فایل نیو این قسمت جاوا اسکریپت رو انتخاب میکنید، روی create کلیک میکنید. درست شد. این متنی که هست رو پاک میکنید، حسرت جاوا اسکریپت خودتون رو وارد میکنید. زمانی که خواستین سیو بکنید میبینید نام فایل رو مینویسید. مثلا من تایپ میکنم فایل 2.js بچه. اینه که ذخیره بکنم، این به صورت یک فایل جاوا اسکریپت برای من ذخیره میشه. بعد میام اینجا آدرس سیو میکنم و ازش استفاده میکنم. این به این صورت.